بسیار خوبه، اجازه بدید فقه ما به فرهنگ اسلامی رأی میگیریم. چی رأی میگیم؟ خیلی متن درست نشده. اشکالم وارد نیست چون تنظیم نه تقریب. ما اینجا نوشتیم اعمال، اجازه بدید من میخونم، اعمال قوه مقننه که عهده‌دار تشخیص نیازها و تهیه و تصویب قوانین لازم برای نظم و رشد جامعه است از طریق مجلس شورای ملی می باشد که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می گردد. آقای فرمودید، آقای اشکالتون خواه، آقای حجتی، ما قرارمون در این جلسه بر اینه که سرکار عمل می فرمایید که همین طور صحبت بکنه هر کسی. نه آقا، من دارم میخونم که به رأی بگذارم. خواه شما اجازه بده کسی حرفش بزنه. آقا چی نشد که شما هر وقت هر جور میخواید اداره میکنید، هر وقت خواستید خیلی گسترده، هر وقت هم خواستید خیلی بسته. آقا من میگم کلمه قانونی مشخص دارید در ارتباط، در ارتباط با فقه اسلامی. ما همیشه گفتیم به مردم که قانونگذار خداست، این روشن کنیم. مثل همون مسئله صدر مشروطیت نشه که یه عده‌ای بیان که قانونگذار شما نباید باشید و مردم حق قانونگذاری ندارن. آقا اجازه بدید. آقا این باید گفته بشه، همین قانون باید روشن بشه. آقا آقای حجتی مطلبتون رو بیان فرمودید؟ میتونم بیان فرمودید یا بازم تکرار میخواید بکنید؟ نمیخوام بکنم، میخوام کاملا بیان کنم، روشن کنم مطلب. بیان فرمودید، ما همه فهمیدیم. فهمیدیم که میفرمایید ما جلوتر گفتیم قانون فقط قانون خدا. حالا در اینجا میگیم قانون اطلاق میکنیم بر مصوب مجلس شورای ملی. همین رو میفرمایید دیگه. بسیار روشن شد. حالا با توجه به این اشکال، با توجه به سوالی که برادر عزیزمون آقای حجتی فرمودن و با توجه به اینکه ایشون یا صبح تو جلسه تشریف نداشتن یا اگه تشریف داشتن، توجه نمی‌فرمایند که این ترتیب اداره امروز به دنبال تصویب جلسه صبحمونه؟ میخونم این رو. اعمال شوراهای استان هم اضافه بشه. اون حالا یکی یکی آقا یکی یکی اضافه میکنم. ما هم عمل نکردیم. پس این متن رو با توجه به همه مطالبی که گفته شد باز هم با دست رأی میگیریم. اگر رأی نیاورد میریم سراغ پیشنهاد دیگری. اعمال قوه مقننه که عهده‌دار تشخیص نیازها و تهیه و تصویب قوانین لازم برای نظم و رشد جامعه است از طریق مجلس شورای ملی می باشد که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می گردد. موافقین با این دست بلند کنند؟ لطفاً بشمارید. خیلی اشتباه شماردید. معلوم شد آقایون منشی ها در شماردن آرا ضعیف هستن. لطفا دستا رو بالا بگیرید که دو بار دیگه بشمارن. آقا یکی دو تا دست بالا نگیرید. چهل و سه نفر با این نظر موافق دارند،
هنوز در حد 48 رأی نیست. ولی برای من یک سوالی باقی موند که بعضی از دوستانی که با این موافقیم ولی عبارات زیادیه. آقا گفتیم آقا برای عبارتش آقای طاهری ما جلوتر گفته بودیم که وقتی یه مطلبی گفته میشه وقتی محتواش مورد قبوله اگه یه جمله هم زیاده یعنی پس محتوا را قبول دارید بعداً جمله رو پیراسته میکنید. شما رو فهمیدیم آقا من با آقای طاهری صحبت میکردم. بفرمایید آقای پاکی. موقعش الان نمیخونیم داره تشخیص نیازها تا اونجایی که گفتن نزد و روش جامعه هست هست شود نوشتن پیشنهاد می نماید عبارت که عهده‌دار تشخیص نیازها چند نقطه گذاشتن تا نظم و رشد جامعه هست هست شود یعنی بدین معنا که وظایف قوه مقننه در فصل بعدی میاد ما میتونیم صرفاً بنویسیم اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی میباشد که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میگردد. این که اینها باید طبق نیازها باشه و چه اینا بعداً در شرح وظایف بیاد. خب حالا بنابراین همین رو به رأی میذاریم اعمال قوه عنایت بفرمایید. تا اینجا دیگه. اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌گردد. موافقین دست بلند کنند. از نمایندگان هم لازم نیست. بسیار خوب. پس این به این صورت مورد تأیید اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌گردد. حالا بعدش و مصوبات آن پس از امضای شورای نگهبان و رئیس جمهور برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می شود چون اونجا می گردد بود می شود. حالا اجازه بفرمون و مصوبات آن پس از امضای شورای نگهبان و رئیس جمهور برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می شود. موافقین با این عبارت به همین صورت دست بلند کنن. شم اجازه بفرمایید. بنده بله آقا بله آقا اجازه بفرمایید. ببینید آقایون ما بعدش الان نوشتیم اصل بعدی اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و سایر وزراست. تفاصیلش که اینجا نیاوردیم. اینجا تعریف این قوه هاست. این که شورای نگهبان امضاش تا چه حد لازم است، فقهاش چجور، غیر فقهاش چجور، امضای رئیس جمهور چجور، اینا همش تو فصول آینده میاد. ما ضرورتی نمیبینیم که اینجا باشه. این حالا اجازه بدید بر طبق اون رویه بسیار خوب آقای طاهری بنشینن یا قانونی رو تصویب کنن بعد بفرستن برای شورای نگهبان، شورای نگهبان بگه مردود در جای خودش. اینم که همین آقا اجازه بدید آقای موافقین با این که تتمه اصل هم مثل صدرش باشه و مصوبات آن برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می شود. موافقین با این دست بلند کنن. لطفاً بشمارید. تفاصیل بعداً میاد آقا. همه چیز بعد میاد. ناقص بازه. تفصیل بعد. به تفصیل بعد بگید.
اجازه بدید اگر این طور باشه که چون میبینم چند رأی کمه، اگر آقای موافقان بنویسیم و مصوبات اون پس از طی مراحلی که بعد می آید به برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد. بسیار می‌نیم می‌خوام چیزش کنیم مفصل بشه. این وقت در تمام قوانین لازم هست. نه اینجا. حالا همینجوری باشه. چیزی باید است. بله. اجازه بفرمایید من متن رو برای رأی گیری می‌خونم و لطفاً گلدون‌های رأی را آماده کنید. اصل 17. آقای من به شما عرض کردم وقتی اصل قوه ملت را ما بعداً ملحق می‌کنن دیگه. اصل 17 عنایت بفرمایید. برای رأی دارم می‌خونم. اعمال قوه ننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌گردد و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می شود. لطفاً برای رأی ببرید. آقایون لطفاً تشریف داشته باشند تا اعلام رأی بشه. آقای زیایی لطفاً تشریف داشته باشید که اعلام رأی باید بشه. آخر جلسه. ایده حاضر در موقع رأی گیری کسی بیرون نرفته که 59 عده حاضر 59 نفر، رأی موافق 51، مخالف 3، ممتنع 5، تصویب شد. تکبیر. الله اکبر. الله اکبر. جلسه عصر ساعت 16 انتظار میره که ان شاء الله همین میشه روان ان شاء الله. آقا بفرمایید. آقا این نامه رو هست.